گرانی بیمه و ترقی قیمت لاستیک و لوازم یدکی بخشی از مشکلاتی است که کامیونداران اعتصابی در ایران در برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا مطرح ساختند. شغل رانندگی جز یکی از مشاغل سختیه که بین تو ایران البته بین 8 تا 10 تا 12 ساعت رانندگی میکنین که به خاطری که هزینه بالاست و کرایه کم سریع بتونیم این بار رو بریم برسونیم انشاءالله بار رو خالی کنیم به سلامتی با این وضعیتی که جاده ها داره غیر ایمن و وسایل نقلیه چینی که وارد شده غیر ایمن هستن بتونیم این بار رو برسونیم یه بار دیگه بزنیم. بیمه ما همون 140 تومن که بود ما نمیتونستیم پرداخت کنیم، به خدا الان این بیمه رو کردن 450 تومن، حدودش 440 تومن. اون آخه راننده از کجا بیاره؟ اوضاع مملکت خیلی بنبیخته است، بیمه خیلی گرون شده، بعضا موجود لاستیکی که میشنن جفتی 4 میلیون بود الان شده جفتی 7 میلیون و 500. موندیم مثلا چیکار بکنیم؟ درست راننده هم حق دارن، میگن حالا مثلا شرکت ها هم کمیسیون زیاد میگیرن، ولی ما اون کمیسیون رو که میگیریم 10 جا باج میدیم. مشکل از سیستمه، از نه از راننده از نه از شرکت حمله. چند بار نامه نوشتم به مقام رهبری، به ریاست جمهوری، آقا فریاد به درد دل ما راننده ها رسیدگی کنید، ما بیچاره‌ایم، بدبختیم، آقا کمکمون کنید، ما نداریم، آقا ما ایدی نداریم، سنواد نداریم، سختی کار نداریم، دستمون هیچی بنیش، اتحادیه نداریم، هیچ کس به فریاد رس ما نیست، سختی کار به ما نمیدن. من 7 سالمه دارم 35 سال کار میکنم، 5 سال بیمه هم خوردن تا آبونی ها. مشکلات ما رانندگان حذف یارانه های دولتی بیمه است که الان از هر راننده میگن باید ماهی 500 هزار تومن هزینه حق بیمه بپردازی که ما واقعا این درآمد رو نداریم که ماهی 500 هزار تومن حق بیمه رو بدیم. هر روز استهلاک ماشین میره بالا، لاستیک میره بالا، قیمتش میره بالا، سن بازنشستگی بردن بالا، واقعا نمیشه با این وضعیت ادامه داد. ما هممون خسته شدیم، باید به یک نتیجه برسیم، دولت باید یه کارایی بکنه، بله ما از اعتصاب دست بر نمیداریم.